تناقض مواضع هاشمی یا رفسنجانی در نماز جمعه با نظر رهبری، بیکاری 1/4 جوانان خاورمیانه، ارائه آمار متناقض مسئولین در مورد بیکاری. دولت پیش از اینکه برای آینده وعده بدهد، باید به وعده‌های قبلیش درباره اشتغال توجه کند. فقط 13% فرصت‌های شغلی را در اختیار زنان ایران قرار دادند. افت بی سابقه سطح زیر کشت پنبه به دلیل سیاست‌های غلط دولت. دبیر کل مؤتلفه گفت مواضع هاشمی یا رفسنجانی در نماز جمعه با نظر رهبری در تناقض است. دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به سخنان هاشمی یا رفسنجانی در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه گیلان گفت: همانطور که در بوشهر اعلام کردم، ما آیت الله هاشمی رفسنجانی را زیر خیمه انقلاب و پشت سر رهبری می‌خواهیم. ما از جایگاه و خدمات ایشان به انقلاب و امام راحل مطلع هستیم و می خواهیم حیثیت سیاسی و انقلابی ایشان محفوظ بماند. اما تذکر هم داریم که گاهی مواضعی اتخاذ می کنند که متناقض می نماید. مثلا اصرار بر مواضع ایشان در نماز جمعه 26 تیر سال گذشته با نظر ایشان در مورد جلوگیری از تفرقه در تناقض است. به گزارش ایلنا، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت افسود: ما اعتراض مکتوب خود به آن دسته از مواضع ایشان در خطبه های 26 تیر 88 که به نظر ما با برخی دیگر از مواضع ایشان در مورد ضرورت تبعیت از رهبری معظم انقلاب در تناقض است را به ایشان قبلا اعلام کرده ایم و همچنان بر موضع خود در مورد ضرورت حفظ آیت الله هاشمی رفسنجانی در خیمه انقلاب و پشت سر مقام معظم رهبری اصرار داریم. سازمان بین المللی کار اعلام کرد 1/4 جوانان خاورمیانه بیکار هستند. سازمان بین المللی کار متوسط بیکاری در جهان را 6.2% اعلام کرد که در این میان منطقه خاورمیانه 1/4 جوانان آن بیکار گزارش شدند. به گزارش ایلنا، طبق اعلام سازمان بین المللی کار ILO، با وجود جهش بالا در رشد اقتصادی بسیاری از کشورها، آمار رسمی بیکاران در جهان در سال میلادی گذشته به 205 میلیون نفر رسید که نسبت به سال 2009 تغییر نکرده بود و 27.6 میلیون نفر بیشتر از دوران قبل از بحران اقتصادی جهانی در سال 2007 بود. این سازمان اعلام کرد که میزان متوسط بیکاری در جهان همچنان در حد 6.2% باقی مانده است که در مقایسه با سال گذشته به میزان جزئی کاهش پیدا کرده است. با وجود این، هنوز میزان بیکاری در جهان بیشتر از رقم 5.6 پیش از بحران مالی جهان است. بنابراین گزارش، موزل بیکاری بیشتر مربوط به جوانان است و آمارها نشان می‌دهد که بیشتر افزایش بیکاری مربوط به کشورهای توسعه یافته و اتحادیه اروپا است. بر اساس پژوهش و گزارش فوق، در آفریقا 23% و در خاورمیانه نیز 1/4 جوانان بیکار هستند. ارائه آمار متناقض مسئولین در مورد بیکاری در ایران ادامه دارد. چندی پیش معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزیر کار دولت مستقر جمعیت جوینده کار در ایران را در سال گذشته حدود 2.9 میلیون نفر اعلام کرده و نرخ بیکاری را 11.9% ذکر نموده بود. به گزارش مهر، محمد حسین فروزان مهر خاطر نشان کرده بود در سال 88 جمعیت مرد جویای کار در سراسر ایران 10.8% از جمعیت مردان سراسر کشور را شامل شده و جمعیت زنان جویای کار در سراسر ایران 16.8% می باشد. آخرین رقمی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده مربوط به نرخ بیکاری در بهار امسال بود که نرخ بیکاری را 14.6% نشان داد و این آمار گویای این بود که برخلاف ادعای مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد، از جمله رئیس مرکز آمار، نرخ بیکاری روندی صعودی دارد. با این همه، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار این آمار را اشتباه و غیر واقعی دانسته بود. چند روز پیش حسن روحانی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
با بیان اینکه یکی از شاخصهایی که بر اساس آن میتوان در رابطه با وضعیت معیشت مردم قضاوت کرد بیکاری است گفته بود، در حال حاضر بالای 30% از جوانان کشور بیکار هستند، یعنی بیش از 30% از جوانان کشور درآمد صفر دارند. این در حالی است که آمار دقیق بیکاری در کشور کماکان با نرخ‌های متناقضی از سوی مرکز آمار ایران و مراکز رسمی مشابه اعلام می‌شود و هنوز وزارت کار و مرکز آمار ایران میزان دقیق بیکاران کشور را اعلام نکردند. در این حال رئیس دولت مستقر بارها گفته است که نرخ بیکاری تا 2 سال دیگر یا تا پایان دوره ریاست جمهوریش به صفر کاهش خواهد یافت. کاتوزیان گفت دولت بیش از اینکه برای آینده وعده بدهد باید به وعده های قبلیش درباره اشتغال توجه کند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید اولین اقدامی که دولت باید گام بردارد این است که اشتغال فعلی را حفظ کند. اینکه در آینده میخواهد درباره اشتغال چه کند موضوع جدایی است. به گزارش خبر آنلاین حمیدرضا کاتوزیان با اشاره به اینکه مقرر بوده در سال 89 نرخ بیکاری در کشور تک رقمی شود گفت الان این رقم 14% است. من فکر میکنم بیش از اینکه دولت برای آینده وعده بدهد باید به قانون و وعده های قبلیش توجه کند. وی با اشاره به اظهارات احمدی نژاد درباره نهضت سراسری اشتغال جوانان در سفر اخیر استانی خود به گیلان ادامه داد دولت اعلام کرده میخواهند نرخ بیکاری را کاهش دهند و 1,600,000 نفر شغل ایجاد کنند، اما مسئله این است که مصوبه قانونی در زمینه اشتغال تا کنون از سوی دولت انجام نشده است. حال چطور میخواهند برای آینده برنامه ریزی کنند؟ کاتوزیان با اشاره به مشکلات موجود در راه هدفمندی یارانه ها در واحدهای صنعتی خاطر نشان کرد. هدفمندی یارانه ها از یک طرف و مشکلات بانکی صنعتگران و تولید کننده ها از طرف دیگر دست به دست هم داده تا رشد صنعتی کشور دچار مشکل شود. به گفته وی در حال حاضر بسیاری از کارخانجات در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل هستند. وی با اشاره به مشکلاتی چون تعدیل کارگران یا پرداخت نشدن حقوق آنان بین 4 تا 6 ماه در واحدهای صنعتی تصریح کرد قبل از هر وعده‌ای باید این مسائل را حل کرد و اولین قدمی که دولت باید بردارد این است که اشتغال فعلی را حفظ کند. این که در آینده چه می‌کند موضوع جدایی است. زنان در ایران فقط 13% فرصت‌های شغلی را در اختیار دارند. بررسی وضعیت اشتغال زنان در کشور نشان می‌دهد که تا پایان سال گذشته 3.8 میلیون نفر زن در بخش‌های مختلف اشتغال داشتند که بیشترین تعداد آنها در تهران و کمتری نیز در کهگیلویه و بویراحمد بوده است. به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار کلی و وضعیت اشتغال زنان در کشور طی سال 88 نشان می‌دهد که از کل 21 میلیون شاغل کشور در این سال بیش از 3,600,000 نفر آن زن بوده است. آمار اشتغال مردان در این بخش رقمی بیشتر از 17.3 میلیون نفر بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که مردان در سال گذشته 87% کل اشتغال کشور را در اختیار داشتند، زنان توانستند 13% کل فرصت‌های شغلی را در کشور به خود اختصاص دهند که خود این موضوع نشان دهنده توزیع نامتوازن فرصت‌های اشتغالی بین مردان و زنان است. هرچند در این رابطه ممکن است برخی مشاغلی هم وجود داشته باشند که انجام آنها بیشتر از زنان از عهده مردان برمی‌آید، ولی تقریباً در تمام مشاغل مشترک دیگر این مردان هستند که فرصت‌ها را در اختیار خود می‌گیرند و به عبارت دیگر فضای حاکم بر بازار کار کشور این موضوع را به نفع مردان تمام می‌کند. نتیجه سیاست‌های غلط دولت افت بی سابقه سطح زیرکشت پنبه نسبت به 80 سال اخیر بوده است. مدیر عامل اتحادیه پنبه کاران با بیان اینکه سطح زیرکشت پنبه برای سال آینده 130 تا 135 هزار هکتار تخمین زده می‌شود، از افت شدید سطح زیرکشت پنبه بر اثر سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی خبر داد که به گفته وی در 80 سال اخیر بی سابقه بوده است. بهرام نظری در گفتگو با مهر افزود سطح زیر کشت این محصول برای سال 90 در حدود 130 تا 135 هزار هکتار تخمین زده می شود، در حالی که این رقم 10 سال پیش 215 هزار هکتار بوده است. وی با بیان اینکه سطح زیر کشت پنبه در سالهای اخیر با کاهش روبرو شده است گفت کاهش این مقدار سطح زیر کشت در 70 تا 80 سال اخیر سابقه نداشته است. وی افزود در کشورهای پیشرفته از تولید و صادرات پنبه حمایت‌های زیادی می‌شود
و بزرگترین صادرکننده پنبه دنیا ارقام زیادی را برای تولید پایدار و حمایت از کشاورزان می‌پردازد. مدیرعامل اتحادیه پنبه‌کاران کشور تعیین تعرفه صفر در زمان برداشت را در سال 87 مهمترین دلیل کاهش تولید پنبه دانست و گفت پس از بحران تولید در سال 81 اتحادیه پنبه‌کاران به وجود آمد و توانست سطح زیر کشت این محصول را قدری رونق بخشد، اما در سال 84 دوباره به دست وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، در صورتی که برخلاف قوانین جاری کشور تصدیگری نباید به بخش دولتی سپرده شود. وی با بیان اینکه در سال 85 دوباره با افت سطح زیر کشت روبرو بودیم افزود سیاست کنونی وزارت جهاد کشاورزی در جهت تولید پایدار این محصول نیست. نظری قیمت کنونی افزایش قیمت پنبه در بازارهای جهانی را متأثر از سیل پاکستان دانست و اعلام کرد قیمت پنبه در بازارهای جهانی حدود 4000 تومان به ازای هر 1 کیلوگرم است که نسبت به سالهای قبل با افزایش مواجه شده است.